زنگو بزن توپو بگی نمیخورم که بابا برو زنگو بزن بودم یکی زنگ اولو بزن زنگ اولو بزن بزن خب دو مرتبه بزن بابا زنگو بزن الان آفتاب میره پایین پس چی شد بابا ببخشید خانم بزرگ اگه ممکن آخه میدونین همیشه خانم بزرگ در رو با میکردن اینی که امام خیال کردیم عیبی نداره آقا کاری داشتیم بفرمایی من بهشون میگم ببخشید آقا نگفتین چه کار داریم میدونین ما داشتیم بازی میکردیم توپمون افتاد تو خونه شما اینی که خواستیم پس بگو چرا دایم عصبانی شده بود اشکالی نداره من براتون میارم مرسی باش باره باش باره ببخشید آقا آقا ها متاسفم میدونین دیر رسیدم فرداش سرتون اشکالی نداره بفرم هرچند میدونم که دیگه به درد بازیتون نمیخوره شما تازه اومدین اینجا؟ نه اینجا خونه دایمه خب خدافز We'll be right back.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit that I. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. نبودی چه توقعی داری ها؟ ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه زن الانم اگه به خاطر تو نبود ظرف چند دقیقه با چند تا سیلی محکم و چند تا پشماله همچین ادبش میکردم که رب و رب بشو یاد کنه عرق به سر خجالت نمیکشه فقط هیکل گنده کرد ماشالله هزار ماشالله مثل شاخ شمشاد بمونه مگه نه چی بگم باریا اگه هیکلم میگن اینو میگن مگه نه باز که دستمال دست گرفتی اوسوسه که چی؟ که اگه از اول زندگیت یخت جیگر داشتی و حرفی که میزدی روش وامیستادی الان روزگارت بهتر از این بود تو رو خدا بس کنی باز مثل سگ و گربه به هم نپرید چیزی رو بس کنم خانم چون آخه بذار حرفم رو بزنم به سر فکر میکنه ازش میترسم اصلا تو چی میگی؟ از جون من چی میخوای؟ آقا جون تو الان برای خودت مردی شدی برو دنبال زندگی کدوم زندگی اوس حسین اگه اینی که تو داری فکر میکنی زندگیه اینه که اون سگ سر کوچه‌مونم داره بابا تو اصلا از جون من چی میخواد 25 سالته برو دنبال کارت بذار من به بدبختی خودمون ببریم حالا خوبه 25 سالمه اگه 250 سالمم بشه اینقدر پیشت میمونم تا تقاص بدبختیم آزاد بگیرم ننه مهدی تو رو خدا ول کن گذشته ها گذشته گذشته؟ چی رو گذشته؟ اگه وقتی 5 سالم بود این مارو نمیذاشت و نمیرفت وقت منم مجبور نمیشدم واسه سیر کردن شکم خودم و تو از صبح تا شب بدو اون دکون پادویی کنم و سگ دو بزنم اگه به جای این که تو صبح تا شب دنبال کلفتی نمیرفتی و مثل همه این ننه ها تو خونه بودی و منو نوازش میکردی و اگه اینم مثل همه بابا ها بالا سرم بود و واسم کیف و کتاب میخرید و منو مرسه میذاشت منم الان از خودم آدمی بودم شما خیال میکنیم من دوست دارم مثل یه حیوان تو اجتماع بمونم سوسی تو خیال میکنی واسه من چیکار کردی که حالا از من توقع داری ها؟ Thank you.
بله بفرمایید. ببخشید خانم، بله. من راجع به اون شکایتی که شما در مورد بچه‌ای که اینجا فوتبال بازی می‌کردن اومدید. شکایت؟ ولی من هم چی شکایتی نکردم. شما شکایت نکردین؟ نه آقا. آو بله بله شما نه. یه آقایی بودن. قدی بلند داشتن با موهای سفید. آه حتما حسام خان بودن شکایت کردن. خب ممکنه به ایشون بگین که یه لحظه با من تشریف بیارن بریم به کلونتری. ولی آقا ایشون خونه‌شون اینجا نیست. ای بابا برای ایشون خیلی بد میشه، چون الان همه بچه‌ها تو کلونتری هستن. البته گفتم هر کدومشون بد بگن بزنن تو دهنشون. بد میگم بزنین تو دهن من. وای خدا مرگم بده. شما نمیتونین یه خود دست به دست کنین تا من تلفن کنم بیام؟ نکنین یه همچین کاری رو ها. یه همچین گزارشی در کلونتری یعنی تا ابد حسام خان باید تو زندون بخوابن. میدونی این کار دو جرم داره، هم شکایت بکنه هم آدرس رو عوضی بده. بعد میگم بزنی تو دهن من. مادر حالا من چه خاکی به سرم بریزم؟ پیدا کردم. شما آدرس ایشونو بدین من، من خودم میرم سراغشون. بعد میگم بزنی تو دهن من. آره مادر خدا عمرت بده، صبر کن تا من برم آدرس رو برات بیارم. چه شدنی؟ مرگ من؟ بعد بگی میزنم تو دهنتا. بفرمایید. اونم چه فیلمی؟ اسکوپ اسکوپ. وای چی شده؟ راننده یه عمو خیلی بد شد. اونه هاش داری میاد. حالا چی کار کنیم؟ بزن تو گوش من. چی؟ بزنم تو گوش تو؟ آره آره بزن تو گوش من. بزن تو گوش من. بعدش هم فوشم بده که چرا دنبالی افتادم. آخه اون وقت منم فردا ساعت 2 همینجا منتظر میشم. باشه بزن تو گوش من. آخه مارکی چه جنبی هزایی چیه؟ مارکی چیه؟ مارکی خانوم بیدی مارکی. خود مرگم بده. بریش کنی کار دست خودتون میدین. مارکی که یه لات بی پدر مادر. من شما رو میرسنم خانم. مرسی. آخ جون فردا ساعت 2 رو عشق است. آخ جون حسین همه فکر زندگیم شده. هر وری که نگاه میکنم آتو چشامه. امروی نمیگی فردا که واسط خرج برداشت چیکار میکنی؟ کار میکنم حسین جون، یه کاری پیدا میکنم که شکم هر دومونو سیر کنه. تازه شم شاید شبا برم درس بخونم. نمیدونم والا چی تو فکرته. اینجوری که معلومه با سگ کله گنده ها باشه. اینه که به نظر من این کار عاقبت نره. حالا اینقدر نفوس بد نزن، فعلا که دختر خاص زدم انگاری تو دلشم نشستم. تا میریم جلو ببینیم خدا چی میخوادم. ولی تو از چشمه هم بذاری از دلش میندازتت بیرون. به اشتباط همینجاست. مگه نشنفتی که میگن دیگه هیچ صاحب خونه ای نمیتونه مستجر شهر خونه بندازه بیرون؟ ها دیوانه. سلامتی.
واسه دیروز خیلی متاسفم. ایب نداره. خیلی دردت اومد. این کتک ها که در مقابل شمشماله اوسوسه چیزی نیست. اوسوسه؟ اوسوسه این دیگه کیه؟ بابامه. آخه وقتی بچه بودم خیلی کتکم میزد. اسم چیه؟ آقا مهتی. آقا مهتی؟ یعنی اسم اصلی مهتی سوسکیه، اما ای زمین ها بهم میگن آقا مهتی. یعنی وقتی کبرا خانم بند انداز میاد خونمون بهم میگن آقا مهتی. آخه کبرا خانم دلش میخواست دخترشو بده به من. خوشگله. کی؟ دختر کبرا خانم؟ ای بدک نیست، تنها عیبش صورت آبلشه و دماغ گندشه. یه خودم قدش کوتاه است. تو حالا عاشق شدی؟ آره. خب کی بودی؟ شما. من؟ آره. از همون اول که دیدمتون مهرتون به دلم نشست، بعد دلم به صدا افتاد. تا حالا صدای دلمو به این بلندی نشنفته بودم، انگاری دلم میخواست از تو سینه بزنه بیرون. یعنی من باعث شدم؟ آره گمونم. خدا منو بکشی. خدا نکنه. دیگه چی میخواستی بشه زن؟ امروز بعد از ظهر اومد سر کار 50 تومن از من پول خواست. وقتی هم که بهش میگم نذارم به این فوش میده، میگه مردیگه یه نزولگاه. خب جوونه، از تو نگیره از کی بگیره؟ نگیره از من نگیره، از کی بگیره؟ خب دندش نر بره کار بکنه پول در بیاره. همه یه جوونای این دور زمونه همینن، کدومشون پی کار میرن که این یکی بره؟ خب وقتی تو که دندش اینو بگی وای به حال او. من بهت قول میدم اونم سر عقل بیاد، باید واسش یه زن دست و پا کنی که یه نونخوره دیگم اضافه بشه. آره نه خانم جون، کور خوندی، یا جای من تو این خونه است یا جای اون. پسره عوض این که عصای دست من بشه، خار شده رفته تو چشم. خودت کردی آقا، که نبودن خودت این بلا رو به سرت آورده. همیشه حق با شماست، همیشه حق با شماست، همیشه همینه، این منم که مقصرم. حالا تو رو خدا بس کن دیگه، علم شنگ راننده. تو رو خدا خیلی اگه از مرده حرف در اومد از من ننه بارم هم در اومد. بس دیگه. سلام مادر. سلام. میگم امروز خوب تیارتی در آوردی ها، واسه 50 تومن داشتی سکته میکردی بعد وقت. حالا ببین قرمز کیه. خیلی خوب تو چیزی نگو. ننه شام میخوری واسه بیارم؟ نه مادر شام خوردم. پسر سلامم بلد نیست. بله بله حتما حتما. آره حتما. سلام بابا. با من کاری نداری؟ گوشی؟ کجا؟ میرم مدرسه. راستی دیروز یه تلگراف از پسرم بود داشتم، تا چند روز دیگه میاد تهران. چند روز دیگه؟ آره. واسه چی حالا؟ فکر میکنم میخواد بیاد زودتر کارو تموم بکنه. بابا فکر نمیکنین حالا زوده؟ این منم که تصمیم میگیرم کی زوده کی دیره. بله بله. سینما بشم. دلال سینما؟ یعنی سینما بخری بفروشی؟ نه تو کار بازار سیاه. آخه یکی از رفیقام تو این رشته است، حسین دلال میگم، کار بارش هم سکه است. تا
دیگه یه جیان خریده. البته خودش میگه که نقده خریده، ولی یکی از بچه‌ها که تو جیان کار میکنه میگفت که قسطی خریده. فکر میکنی تو هم موفق میشی؟ حرف نداره جون شما. اولا من هم زبلتر از حسینم، هم سر زبون دارتر. تازه وقتی حسین رفت تو این کار تنها بود، درسته که من حالا حسینم تو این کار دارم. میدونی آدم اگه تو زندگی یکی رو داشته باشه باید برم. به این زودی؟ آخه اگه الان نرم اون وقت فردا دیگه نمیتونم بیام. پس فردا میبینم تو؟ اگه خدا بخواد. اگه شما هم بخواییم حتما خدا هم میخواد. تو دیگه با من نیا، همین که من رفتم تو هم برو. باشه؟ باشه. خداحافظ. خداحافظ. اسمش گله. خوشگله ننه. چشاش یه دنیاست. لکردار تا ناق دلمو سوزونده. ننه اونم خاطر تو میخواد. کجایی ننه؟ دختر ده دفعه تا حالا به خاطرم میخواسته خودکشی بکنه. اون وقت تو میگه اونم خاطرمو میخواد؟ ننه مهتی به پا از اون دخترهای لکردار نباشه یهو خودشو به بند بکنه یه وقت. چی میگی؟ اگه مادر پسر راز و نیازشون تموم شد این فکریه ای ما یخ کرد. ننه اگه یه روزی ولم کنه میمیرم. دشمنت بمیره ننه. حالا بیا شوم تو بخور. یخ میکنه ننه بخور. نه با گم کرده. ایشون میرن تو هتل مل میفرماین. خیلی وقت اومدی؟ ای، یه دو ساعتی میشه. بابا مهمون داشت. اینه که دیر خوابیدن. یخ کرده. بمیرم الهی. چی شد؟ بابا با صحبت کردی؟ مهتی، من نمیتونم بابا با من حرف بزنم. یعنی قدرتشو ندارم. پس چی کار کنیم؟ تو
تو یه فکری بکن. آخه من که چیزی به عقلم نمیرسه. خب بیا خواستگاری. خواستگاری؟ آره، مگه چه اشکالی داره؟ میترسم اگه دست به دست کنیم دیر بشه. باش، یه کاریش میکنم. خب تو برو بخواب. کی خوابش میبره؟ فردا میبینمت. نه، چون فردا قراره بریم پیشواز پسرمو. همونی که گفتی؟ آره، اما فکرشو نکن، من اگه بمیرم زن اون نمیشم. فردا بهم تلفن کن ساعت 7. خب؟ خب. من دیگه باید برم. شب چی گیرم بابا تو هست تو نخه پول من چی دارم میگم تو چی جوابم میدی؟ ببینم تو از چی ناراحتی؟ از خواستگاری کردن. خب معلومه، اگه من با اوسوسین و عیزم پاشم برم اونجا، یارو دخترش که بهم نمیده هیچی، دست آخرشم میترسم جیبامونم بگرده ببینه چیزی کش نرفته باشه. خب دختره چی میگه؟ دختره که میدونه وضع تو چه جوریه. آره میدونه، ولی نه به این بدی رو دیگه. پسر پیدا کردن جون مهدی ناشاست داره. خب چه جوری؟ باز تنها داری؟ تنها؟ آره. ولی آخه من ولی آخه من تنهایی میترسم. واسه تو ترس نداره که، فقط کافیه که خود ریختتو دستکاری کنی، یک دست لباسو قرضی هم از محمود جیگو کار تمومه. خب ریختم و دستکاری کردم، لفظم رو چی کار کنم؟ کجای کاری، اونا به لفظ تو چی کار دارن؟ بس حرف زدن که کاری نداره. بس چی داره میگی؟ اونا همه تحصیل کردن. آخه من چطوری میتونم تنهایی با اونا طرف بشم؟ بسر چهار تا کلمه قلم به سلم به که عزا نداره. خب یعنی اینا نمیگن واسه چی تنها اومدم اونجا؟ پس ننم کو، پس بابام کو؟ دروغ بگو، دروغ مصلحتی، بگو رفتن سفر. عمو جون، پس چرا گل پایین نمیاد؟ والا نمیدونم، لابد داره به خودش بر میره. نه، غیر از اینا خیلی گرفته به نظر اومد. بیژن جان، تو داری اشتباه میکنی، اتفاقا گل خیلی تو رو دوست داره. نمیدونم والا، نمیدونم والا چی بگم، ولی سلام بابا. ها سلام. سلام دخترم. سلام پسرم. آه بشین بیژن جان، بشین بازی تو بکن. بیا بابا جان، بیا بیا، شاید برام شانس بیاری. خب نوبت تو. ساعت چنده؟ هفته، این دستمون بشه میره. گفتی ساعت چنده؟ 7:02. میشه من بیام اینجا تو برید تایی صف جمعه؟ آخه نیم ساعت تو صف وایسا. هفت با تلفن کنم واجبه. خیلی خوب باشه وایسا. بربونه دارم، مرسی. عمو جون بازم که مارس شدی. آره تا اینجا دو دست تو. ساعت چنده؟ آه عزیزم تو که ما رو کشتی، این همه ما منتظر تو شدیم، یه خودم تو منتظر ما بشو، مگه چطور میشه؟ بزنیم یه دستگه؟ نه دیگه، بریم، گل اوقاتش تلخ شده. بریم عزیزم. الو مهدی، من الان نمیتونم با تو حرف بزنم، فردا ساعت 2 میبینمت. خداحافظ.
ایلوی قربونت برم، حتما دیشب خیلی ناراحت شدی ها؟ یه خود برای خودت گفتی به تلفن کنم. اینو میدونم، ولی بابام اینو از عصر اومده بودن خونه، بعدش هم قرار شد برای شام بریم بیرون. تو وقتی تلفن کردی که ما داشتیم میرفتیم با پسرمون؟ آره، مگه چیه؟ همونی که میخواتت؟ آره، دیوونه، حتما دیشب خیلی غصه خوردی. با بابا حرف زدی؟ نه، وقت مناسبی گیر نیوردم. خوش گذشت؟ مگه ممکنه بی تو هم به من خوش بگذره؟ حالا که اینجا بعد وایسادیم، بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم. بریم اونجا بشینیم؟ نه، اینجا بهتره. من و حسین فکرامونو گذاشتیم رو هم، قرار شد تنها بیام خواستگاری. تنها؟ آره، اما تو هم باز اونجا باشی که من تنها نباشم. باش، هر طور تو بگی. من میخواستم بگم که اگه با باتینا میامدی خیلی بهتر بود. آخه اگه با اونم بیام، عوض این که بهتر بشه حتما بدترم میشه. واسه که جریانشونو گفتم. هر طور که تو بگی، حتما امروز با بابام حرف میزنم، بعدش هم شب تو بیا در خونم. خب؟ خیلی ناقابله واسه تولدت. مرسی. تولدت مبارک. متشکرم. چی منو آوردی اینجا؟ بابا من اینجا آوردمتون که زیاد عصبانی نشی. منظور بابا من با بیژن عروسی نمیشم. چی کار نمیکنی؟ تو گفتی چی کار نمیکنی؟ گفتم من زن بیژن نمیشم. واسه چی؟ واسه اینکه من دوستش ندارم. تو غلط میکنی دختره بی حیا. ببینم نکنه پای مرد دیگه ای در میونه. بله بله. خب این مرد کیه؟ من میشناسمش؟ نه. سرشناسه؟ نه. پول داره؟ نه. تحصیل کرده است؟ نه. پس چیه؟ عمله؟ عمل است؟ پس چیه؟ آدمه. آدم؟ فقط همین؟ اگه بیژن آدم نیست بله؟ بابا بیژن ممکنه ظاهرن شبیه آدم باشه، ولی شما خودتون میدونین که اون هم قمار بازه. بسر که میخواد روی بیژن عیب بذاری. اون هر عیبی داشته باشه انقدر پول داره که تمام عیباشو بپوشونه. ولی بابا پول که خوشبختی نمیاره. آه ببینم، اینم اون آدمه یادت داده؟ بابا شما نباید درباره اون اینجوری قضاوت کنی. بابا مثل اینکه طرف خوب قاپ تو رو دزدیده. خب این آدم تو کجاست؟ نکنه قرار من برم خدمت ایشون؟ ها نه بابا، میخواستم اجازه بدین که بیاد خواستگاری. خیلی خوب، تشریف بیارن ما با این حضرت آقا آشنا بشیم. مرسی بابا. خیلی خوب. حالا یه خورده راجع به خانواده این حضرت بالا حرف بزنیم. باشه بابا. اسمش مهدی. Thank you.
قربونت برم. چی شده؟ خبر بدیه ها؟ نه چیزی نیست، گریه خوشحالی. بابام رضایت داد. یا امام رضا، همه چی رو براش گفتی؟ آره ولی یه خورده کمتر. تو هم باید سعی کنی فردا غیر از اون چی که هستی باش برخورد کنی. اتفاقا حسینم همینو میگفت. آره مهدی جون، دلم میخواد فردا خیلی شیک و مرتب بیای. من امشب رفتم سقاخونه، نس کردم اگه کارمون درست بشه و بابات رضایت بده با هم بریم امام رضا پابوس آقا. آره جون تو به دلم برات شده که کارمون درست میشه. خدای من تو چقدر پاکی مهدی. اینو بدون که اگه هر اتفاقی بیفته من تا آخر عمر منتظرت میشم. میگم اگه اولین بچه‌مون پسر بود اسمشو میذاریم رضا. خب اگه دختر بود چی؟ راست میگی، من فکر اینجاشو نکرده بودم. خب اسمشو میذاریم معصومه؟ نه اسمشو میذاریم مریم. آخه اسم مامانم مریم بود. بعد از مرگ اون من خیلی تنها شدم مهدی. بعد از مامانم تو تنها کسی هستی که به خاطر خودم به هم محبت میکنی. من بهت قول میدم تا آخر عمرم نوکریت بکنم. نه مهدی، تو آقای منی، تو باید سروری بکنی. این منم که باید برای تو کنیسی بکنم. راستی حسین یه کاری واسه هم تو کارخونه ماشین سازی پیدا کرده. از اول برجم میرم سر کار. حسین میگفت اگه من بتونم شبا درس بخونم خیلی زود ترقی میکنم. اون وقت ما میتونیم یه تلویزیون بخریم که شبا تو حوصله سر نره. من اگه با تو باشم جهنم برام بهشته. من تو رو میخوام، نه پول تو رو. دلم میخواد وقتی تو عصر از کار برمیگردی دست همدیگه رو بگیریم بریم تو خیابونا قدم بزنیم. اون وقت مردم که از پیش ما رد میشن ما رو به هم نشون میدن و میگن چقدر به هم میان. بعدش هم تو کم کم شکمت بالا میاد، یه بچه برامون میاری. اون وقت مردم میگن خانومه به این جوانی مادر شده. شبا وقتی تو دیر میای من واسه بچه‌مون لالایی میگم. میگم لالا لالا گل داشته باش. باشه حسین جون، تو نریا، تو همینجا باش تا من برگردم. خیلی خوب همینجا هستم. برو برو. تو اون دکمه رو فشار بده. بفرمایید. با آقا کار داشتم. شما؟ من آقا مهدی هم. بفرمایید تو. خیلی خوب برو تو دیگه.
سلام قربان. سلام، من پدر گل هستم. شما باید آقا مهدی باشید، بله؟ بله قربان. خواهش میکنم بنشینید. گل درباره شما با من حرف زد، برعکس اون چه که میگفت شما چندانم خجالتی نیستی. هر طور که شما بفرمایید قربان. میبخشین از اینکه چند دقیقه شما رو تنها گذاشتم. میدونید چند تا از اقوام نزدیک ما برای دیدن من آمدن اینجا. اینه که مجبور بودم کمی پیش اونها بنشینم. بله قربان. ولی بعد به فکرم رسید چطوره که شما رو هم با اونها آشنا کنم. خواهش میکنم بنشینید. بله بعد به فکرم رسید که شما رو با اونها آشنا کنم. بالاخره گویا ما به زودی مجبوریم با هم فامیل بشیم. خواستم که اگه شما موافق باشید بگم که اونها هم بیان تو که همین امشب در حضور اونا کارو تموم بکنیم. هرچند که البته وجود گل هم در اینجا لازمه. ولی خب چون شامو قرار بوده با پسرموش بخوره از این رو نمیتونست در این مجلس حضور داشته باشه. به من گفت که از جانب ایشون از شما عذرخواهی بکنم. بابا علی لطفاً عمه اینها رو بگین بیان تو. ببینم از نظر شما که اشکالی نداره. خیر قربان، هر طور که شما دستور بدین. میدونید عیب خانواده های بزرگ در همینه، همه اقوام نزدیک باید از کار همدیگه سر در بیارن. راستی شما از چه فامیلی هستید؟ ببخشید قربان، من منظور شما رو قربان نمیفهمم. منظورم اینه که از چه فامیلی هستین؟ فامیل ما قربان؟ آه؟ فامیل ما مهرطلبه. مهرطلب؟ خیلی عجیبه، هرگز این فامیل به گوش من نخورده. مهرطلب؟ حسام خان؟ بله؟ حسام خان کجایید؟ آه خواهش میکنم بفرمایید تو. خانم صراف الملک عمه گل. سلام خانم. آقای حسام الدیوان دایی گل. فریده دختر دایی گل. و بهروز پسر عمه گل. ایشونم عموی دیگه گل هستن. این هم فرزانه دختر خاله گل. فریبرز پسر خاله گل. ایشونم خانم مشارکت دیوان خاله گل. و دایی گل. فرهاد و فرامرزم پسر دایی و پسر عموی گل هستن. معرفی میکنم، اینم آقا مهدی داماد آینده من. خواهش میکنم بنشینید. پس اینه اون جوونی که دل از گل برده؟ نه، فکر میکردم گل سلیقه‌ای بهتر از این داشته باشه. عمه جان، اینا عشقای دوران کودکیه، زود رس و زود گذره. What's your idea about love؟ ها؟ شما انگلیسی نمیدونید؟ پارلو فرانسه؟ ها؟ شما فرانسه نمیدونید؟ ایش پریشه کنزی دویچ؟ ها؟ یعنی شما حتی آلمانی هم بلد نیستی؟ نه. یعنی شما در دوران دانشکده هیچ زبان فرنگی یاد نگرفتید؟ نه خانم. پس چطور قبول می شدید؟ کجا؟ دانشگاه. من دانشگاه نرفتم. یعنی شما دانشگاه دیدم نیستی؟ نه.
خیلی بده. ولی بالاخره آدم در دوران دبیرستانم که شده به یک زبان خارجی آشنایی پیدا میکنه. شاید میخواید بگید که شما دبیرستانم نرفتید. اگر دبیرستان یا دانشگاه نرفته باشید، باید زبان رو در یکی از کشورهای بیگانه یاد گرفته باشید. شما حتما به امریکا یا اروپا، به آفریقا یا آسیا، به خاور نزدیک یا خاور دور که مسافرت کردید. من به خارجی نرفتم. شما آمریکا که نرفتید، آفریقا هم که نرفتید، آسیا هم که نرفتید، پس کجا رفتید؟ من فقط یه دفعه میخواستم با حسین دلال قاچاقی برم به کویت که فهمیدن و برمون گردوندن. ببینم پدر شما شغلش چیه؟ ایشون تو کارای ساختمانی هستن. موقات کارن؟ نه. شرکت ساختمانی دارن؟ نه. بساز بفروشن؟ نه. مهندسن؟ نه. از معمارای بزرگن؟ نه. پس چه کاره هست؟ بناس آقا. بنا؟ بله آقا. بناس آقا. آمین خیلی بده. بله. حتما یه گیر تو کار دختر است که اینجوری رفتار میکنه. خب بعد میگم بزن تو دهن من. نمیدونم والله. میگم صلاح نمیدونین، صلاح نمیدونین که من برم با بابای دختر اختلاط کنم بهتره. مادر جو، این که کار نشد، از این که خودتو زجر بدی که کارت درست نمیشه. اینو میدونم مادر، میدونم، فقط میخوام بدونم چرا. همونی که بهت گفتم، این جماعت اینجوری هن، یه مدت به یکی دل میبندن، بعدش هم که خسته شدن طرف رو یه جوری از سر خودشون وا میکنن. بعد میگم بزن تو دهن من. بالاخره فردا قضیه معلوم میشه، با هر کی هر کجا ببینمش کارو تموم میکنم. این دیوونگیه، از بین رفتن تو اون هیچ کاری رو درست نمیکنه، بلکه بدترش هم میکنه. باز یه فکر اساسی کرد. بعد میگم بسن تو دهن من. کی میتونه باشه؟ نمیدونم والا. بیشی مادر، من دارم با میگم. ننه پس قربون دستت، وقتی برمیگردی درو پیش کن. اومدم بابا، اومدم. دارم میام بابا. چه خبرته؟ بیتی، بیتی خودو، بیتی دیمونی کی اومده؟ بیتی بیا، گلت اومده، بیا. گل اومده، گل اومده. دنیا تو دلم نشست. دروغ بهت گفتن، منو تو اتاق حبس کردن که یه موقع جلوی فامیل از تو دفاع نکنم. بعدش هم اینقدر تغییرم کردن که. نه دیگه نگو، میدونم. بابا علی همه چی رو برام گفت. گل، من بی تو میمیرم. مهدی باز یه کاری کرد. گل بیا با هم فرار کنیم. نمیتونم. چرا؟ از این شهر میریم یه جایی دور، به جایی که هیچکی نتونه پیدامون کنه. مهدی، من دلم میخواد اما نمیتونم. من سنم قانونی نیست. اگه من و تو رو با هم بگیرن، تا آخر عمرت تو درد سر میفتی. الانم که اومدم، اگه بفهمن، خدا میدونه که بعدش چی میشه. خب پس بوده چی کار کنیم؟ مهدی جون، اونا میخوان منو شوهر بدن. من تا حالا مقاومت کردم، ولی اگه دیر بشه هر کاری که تو بگی میکنم.
یه دفعه دیگه با بابام حرف بزن، همین فردا تهدیدش کن. یعنی فکر میکنی اینجوری درست میشه؟ این راه آخره، بالاخره باید کاری کرد. باشه، هر چی تو بگی. اون وقت فردا ساعت 2 بیا همون کوچه همیشگی. خب، من اونجا منتظرتم. اگه بازم نتونستی بیای چی؟ حتما میام، اگه شده فرار کنم. من میرسونم. این بکشین، ولی اگه منو بشنوی خودمو میکشم. خفشا دختر یه حرفه. باشه بزنی، ولی به خدا من باهاش فرار میکنم. ما قول و قرارمونم گذاشتیم اون فرد میاد با شما حرف بزنی. اگه جواب رد بدین ما از این شهر میریم. حساب روی من چی؟ شرف من چی؟ حیثیت من چی؟ بابا عروسی کردم با یه آدم فقیر که باعث بی‌آبرویی نمیشه. ایشونات خانواده کم چی؟ اونو چی کارش کنم؟ بابا اگه شما بهش کمک کنی همه چی درست میشه. بسیار خوب، تو بردی. من سعی میکنم فردا کارو تموم کنم. بله؟ یه آقای با شما کار داره. کیه؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم یکی از کارگرهای کارخونه باشه. اسمش چیه؟ میگه اسمش مهدیه. بسیار خب، بگو بیاد تو. چشم. در ضمن تا وقتی این آقا اینجا هستن کسی مزاحم من نشه. اطاعت. بفرمایید. سلام. جناب آقا مهدی خان، خیلی خوش آمدین. خب چطور شد که یادی از ما کردین؟ ها خواهش میکنم بفرمایید. اتفاقا دیشب گل با من خیلی حرف زد. من تا حالا نمیدونستم که شماها اینقدر، خواهش میکنم بشنید، اینقدر به هم علاقه مند هستید. بله، ولی خب حالا که فهمیدم منم تصمیم گرفتم که به شماها کمک بکنم. یعنی شما رضایت میدین؟ بله، من خوشبختی دخترمو میخوام و وقتی میبینم که خوشبختی اون فقط در ازدواج با شماست، خب پس منم رضایت میدم. ولی چی؟ قربان، اشکالی تو کاره؟ بله، همینطوره. بله، متاسفانه اشکالی در کاره که حلش از شما ساخته نیست. ممکنه به من بگین این اشکال چیه؟ شاید من بتونم حلش کنم. پول، خرج عروسی، خرید لباس، تهیه جا. میدونین؟ عروسی که در شأن دخترم گل باشه و من میدونم که شما قادر به انجام این کار نیستین. بله، خصوصیاتی که گل از شما برای من گفته، میدونم که آدمی هستید دوست دارید روی پای خودتون باشید. ولی خب متاسفانه الان در موقعیتی هستید که احتیاج به کمک دارید. کمک؟ آه، منظور من همراهیه، البته اگه شما موافق باشید. خواهش میکنم. چون قرار بر این شده که شما امشب بیایید به منزل ما، از این رو میخواستم که امشب این انگشتر رو به عنوان حلقه نامزدی بدید به دخترم که اون جلوی فامیل کوچیک نشه. ولی آخه بگیرید، خواهش میکنم. شما از امروز باید منو مثل پدر خودتون بدونین. متشکرم آقا، اون میدم این محبت رو جبران بکنم. خب میدونم الان خیلی عجله دارید که برید خودتونو آماده بکنید، درسته؟ اگه شما اجازه بدید. خواهش میکنم. خدا حافظ. راستی آقا مهدی. بله. میخواستم یه خواهشی از شما بکنم. بفرمی. میدونید مسائلی در زندگی هر کسی هست که ممکنه نخواد کسی دیگه ای بتونه. بله. از این رو میخواستم از شما یه خواهشی کرده باشم. بفرمی.
کسی غیر از شما و من ندونه که این انگشته رو من به شما دادم. میدونید نمیخوام دخترم از حالا جلوی فامیل کوچیک بشه. البته از شما که جوانی پابند قول و قرارتون هستید مطمئن هستم که این راز ما رو فاش نمی کنید، حتی اگه به قیمت زندگیتون تموم بشه. درسته؟ حتما بهتون قول میدم. خیلی ازت ممنونم. متشکرم پسرم. خداحافظ. خدا نگهدار. پسرم من روی قول شما حساب میکنم. با امید موفقیت. خداحافظ. خداحافظ داماد عزیزم. بفرمایید. جناب آقا مهدی خان خیلی خوش آمدین. خب چطور شد که یادی از ما کردین ها؟ خواهش میکنم بفرمایید. اتفاقا دیشب گل با من خیلی حرف زد. من تا حالا نمیدونستم که شماها اینقدر، خواهش میکنم بشنید، اینقدر به هم علاقه من تصدید. بله، ولی خب حالا که فهمیدم منم تصمیم گرفتم که به شماها کمک بکنم. یعنی شما رضایت میدین؟ بله، من خوشبختی دخترمو میخوام و وقتی میبینم که خوشبختی اون فقط در ازدواج با شماست، خب پس منم رضایت میدم. ولی ولی چی؟ قربان اشکالی تو کاره؟ بله همینطوره. بله متاسفانه اشکالی در کاره که حلش از شما ساخته نیست. ممکنه به من بگین این اشکال چیه؟ شاید من بتونم حلش کنم. پول، خرج عروسی، خرید لباس، تهیه جا. میدونید عروسی که در شأن دخترم گل باشه و من میدونم که شما قادر به انجام این کار نیستی. بله بله، خصوصیاتی که گل از شما برای من گفته، میدونم که آدمی هستید دوست دارید روی پای خودتون باشید. ولی خب متاسفانه الان در موقعیتی هستید که احتیاج به کمک دارید. کمک؟ آه، منظور من همراهیه، البته اگه شما موافق باشید. خواهش میکنم. چون قرار بر این شده که شما امشب بیایید به منزل ما، از این رو میخواستم که امشب این انگشته رو به عنوان حلقه نامزدی بدید به دخترم که اون جلوی فامیل کوچیک نشه. ولی آخه بگیرید خواهش میکنم. شما از امروز باید منو مثل پدر خودتون بدونین. متشکرم آقا، قول میدم این محبت رو جبران بکنم. خب میدونم الان خیلی عجله دارید که برید خودتون رو آماده بکنید. درسته؟ اگه شما اجازه بدید. خواهش میکنم. خدا حافظ. راستی آقا مهدی. بله. میخواستم یه خواهشی از شما بکنم. بفرمی. میدونید مسائلی در زندگی هر کسی هست که ممکنه نخواد کسی دیگه ای بتونه. بله. از این رو میخواستم از شما یه خواهشی کرده باشم. بفرمی. کسی غیر از شما و من ندونه که این انگشته رو من به شما دادم. میدونید نمیخوام دخترم از حالا جلوی فامیل کوچیک بشه. البته از شما که جوانی پابند قول و قرارتون هستید مطمئن هستم که این راز ما رو فاش نمی کنید، حتی اگه به قیمت زندگیتون تموم بشه. درسته؟ حتما بهتون قول میدم. خیلی ازت ممنونم. متشکرم پسرم. خداحافظ. خدا نگهدار. پسرم من روی قول شما حساب میکنم. با امید موفقیت. خداحافظ. خداحافظ داماد. من اصلا این آقا رو نمیشناسم. اگه این آقا رو نمیشناسی پس این انگشته رو از کجا آوردی؟ یا باید اونو دزدیده باشی؟ یا اینکه اونو از کسی که دزدیده گرفته باشی؟ خب کدوم یکیه؟ من اونو پیداش کردم قربان، تو کوچه. ببین پسر جون، این کار حداقل 2 سال زندانی داره. اگه کسی دیگه ایم تو این کار با تو بوده معرفیش کن تا جرم خودت سبکتر بشه. پسر جون تو جوونی، از عاقبت این کار خبر نداری، ممکنه اغفال شده باشی. فقط کافیه کسی که تو این کار با تو دست داشته اسمشو بگی و خودتو از اینجا خلاص کنی. البته از شما که جوانی پابند قول و قرارتون هستید مطمئنم که این راز ما رو فاش نمی کنید، حتی که به قیمت زندگیتون تموم بشه. من دوستیدم قول. پس این آقا درست میگن، پای کس دیگه ای در میون نیست. خیر قربان، پای کسی دیگه ای در میون نیست. این آقا راست میگه. خب بیا اینجا ببینم.
اینجا رو امضا کن. خواهش میکنم شما هم تشریف بیارید. اینجا رو هم شما امضا کنید. این آقا رو ببر سرکار. خیلی متشکرم جناب. خواهش میکنم. خدافظ. الو؟ بله بفرمایید. بله بله. خواهش میکنم خودم هستم. خلاصم میکنه. فقط حسین جون نظر ای زمینا بفهمن که من اینجا هستم. بهشون بگو رفتم سفر. در ضمن سعی کن که گلم از این قضیه بویی نبره. آخه این چه جریانی که من نباس بفهمم؟ به من بگو شاید بتونم واسه کاری بکنم. من واسه خاطر کسی دیگه ایه که اینجا. بهشم قول دادم به کسی چیزی نگم. از تو هم میخوام ازم نخوای که واسه بگم. باشه. هر طوری خودت سلام. خب حسین جون خودت چطوری؟ از ایزمینا چه خبر؟ خوبه. دیشب اونجا بودم. فقط حسین یه کمی حال نداره. حسین جون من فقط تو این دنیا تو رو دارم. فکرشو نکن. کار درست میشه ایشان. خدا از دهنت بشنفه. چشم بذاری تموم شده. بر میگردی سر خونه اوله. چند روز فرصتی که خواستی بودی. من بهت دروغ نگفتم. وقتی به پسره 50,000 تومان پیشنهاد کردم عشق و عاشقی رو فراموش کرد. من از اول میدونستم که اون فقط دنبال پوله، نه خودتو. یعنی اون اینقدر کثیف بود؟ ولی حرفایی که اون میزد، احساسی که اون داشت. حالا باید تو تصمیمتو بگیری. من جواب بیژن رو چی بدم؟
مبارکه دخترم، مبارکه.
فریا همش ارث به تو رو میافت. خدا بیا مرزتش، این اواخر خیلی اذیتش کردن. خدایا چیکار کنم؟ حسین جون تو رم خیلی اذیت کردم. نه مهتی جون خودتو ناراحت نکن. مادر بعد از مرگ بابات همه این گرفتاری های من افتاد رو دوش حسین. بچه ماشینش هم واسه دوا دکتر و ختم بابات فروخت. حسین جبرانش میکنم، تو خیلی مردی. این چه حرفیه مهدی جون؟ رفیق واسه یه همچین روزایی خوب. خب بگذاری حالا تصمیم داری چی کار کنی؟ یه کار نیمه تمومه که باز تمومش کنم. نه نه مهدی تو رو خدا دور اون کارو قلم بکش، این همه بدبختی رو از اون داریم دیگه بس نیست. نه نه من این زندون رو تحمل نکردم که وقتی برمیگردم دور گل قلم بکشم. من این مجازاتی رو که کشیدم به خاطر اون بوده. تازه این قصه هنوز تموم نشده، من باز تمومش کنم. ولی آخه تو چطوری میخوای اونو پیدا بکنی؟ ما تنها نشونه‌ای که تونستیم ازش پیدا کنیم اینه که بابای بعد از اینکه یه چند میلیونی بالا کشیده از مرز رفت اون طرف، دخترم رفت پیش عموش جنوب. اما تو کدوم شهر؟ تو کدوم دیار؟ پیداش میکنم. کجا؟ اگه قرار بشه به خاطر این کار تمام شهرهای ایرون رو میگردم. میگردم تا بهش بگم که من هنوز سر قولم وایستادم. آخه همه امید اون منم. اون گفته که منذرم میشه. آخه تو چطوری میخوای اونو پیدا کنی؟ من فردا راهی جنوب میشم. حسین فقط از تو میخوام که یه مدت دیگه عیزم و تهران نذاری. اگه هم داری یه خورده پول من قرض بده. رو چشم خاطر جمع باشه. تو خیلی مردی حسین.
فرمایشی نداری؟ نه. چی میخوای؟ اسمو خط تو نشون میکشی؟ عرقت برسه مادمازل. نیاز شسته ایوالا. قربونه تو. اسم من حسنه، اسم منم میتیه. میخورم به سلامتی این آشنایی. به سلامتی. خب حسن آقا جون، خداحافظ. قربون تو. آقا متی، آقا متی، میگم که ای تو این شهر غریبی، بیا خونه ما. نه قربونه تو، مسافر خونه میخوابم. راستی واسه چی اومده اینجا؟ پی یه کاریم، واسه یکی رو پیدا کنم. تو بچه زرنگی هستی، ای بخوای میتونی پول خوبی در بیاری. از چرایی؟ از همین رایی که الان نشونم دادی، آدم های بیادب رو ادب کنی. ولی ممکنه من هر روز مجبور باشم تو یه شهر باشم. اتفاقا کار ما همینه، این شهر به اون شهر رفتنه. میدونی یه پولایی هست که قانونا نمیشه اونا رو وصول کرد. به زور میگیریم. نه داداش، ضعیف کشی کار ما نیست. اتفاقا ما هم حق ضعفا رو میگیریم. خب راجب این کارا باز با کی طرف؟ با آقا. همه یه کارا دست آقاست. خب بس بریم پیش آقا. بریم. اصلا راجب کار شما با من حرف زد. تو این کار اگه یه خورده جرأت و جسارت داشته باشی خیلی زود پول دار میشی. البته باید کارتو دید. اشکالی نداره، میتونین امتحانم کنین. این مرد 30,000 تومن ارث دوتا بچه یتیمو بالا کشیده. مادر این بچه ها مریضه. این پولو از طریق قانونی نمیشه وصول کرد، چون مدرکی تو کار نیست. تنها راهش زوره. خب باش، قبول.
هم خشن، بدون اینکه مدرکی جا بذاری. مردی که این دفعه باید به سراغش بری یکی از کثیف‌ترین و رسل‌ترین آدمای اینجاست. همیشه با چند نفره، همیشه چند تا آلت قتاله هم همراشه. تنها موقعی که میشه تنها گیرش آورد تو خونه زری ترکه است. اونجا یه معشوقه‌ای داره به اسم بنفشه. تنها جایی که میتونی حسابشو برسی همونجاست. اونم موقعی که تو اون خونه پیش معشوقش خوابیده. در غیر این صورت باهاش طرف نشو که موفق نمیشی. بیا اینم عکسشه. برو موفق باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. میرسا خدمتتونه. نه جونم. خیلی خوب. من برم اونجا یه کاری صحبت کنم. حاضر برگرد. بفرمایید بشینید. زری جون این گابو چقدر ور میزنه، نمیشه پاسش بدی به یکی دیگه؟ نازنین من نگاه کن. چیه مگه سرت درد میکنه؟ ما رفتیم. پس اون بنفشه چطور شد با؟ صبر کن دیگه تو. من یادی میده. من با بنفشه کار دارم. حالا گرفتاره تا دو ساعت دیگه. اشکال نداره، صبر میکنم. راستی از الان میتونم رزرو کنم؟ آره جونم. چند نفر؟ یه نفر. شست. بفرم. قربونت. هی آقا باقی پولتون. قابلی نداره، مال خودتون. راستی اگه نوبت هم شد اتاقش کدوم بره؟ تو راه رو در رو بره. هی آقا اون صدا رو یه خود کمش کن. دوست دارم بلند بشرفم. وقتی میگم بلند دوست دارم بشنفم، تو هم خفشو بگو چش. عجب دور زمانی که یا عجب بچه پرروی یا بچه پرروی بوده عوضه. به من مراره تو کنم. به من تو هم بیرون.
گفتم برو بیرون. چرا؟ چرا اینجا؟ چرا؟ از من میپرسی چرا؟ از خودت بپرس. از خودت که منو به پول فروختی. من؟ بله، این تو بودی که باعث شدی من به این راه بیفتم. نامردی تو باعث شد که من بیقید بشم. پول پرستی تو باعث شد که من امروز برای پول خود فروشی کنم. اگه نمیذاشتی و نمیرفتی. من نرفتم. من زندان بودم به خاطر بابات. به خاطر بابام؟ آره، یعنی اون باعث شد که من بیفتم زندون. همون روزی که رفتم باش حرف بزنم. چرا؟ مهدی، طوری که بیای عروس خونه من هستی. کردم و بر میگردم وقتی ننم بفهمه که عروس میاد تو خونهش، وقتی من تو رو با لباس سفید تو خونم ببرم، اون وقت منم با کفن سفید از خونت میام بیرون. دیگه فاصله ها اب بین ما ورداشته شد. ما با هم زندگی میکنیم و با هم هم میمیریم. باید سریع باشه. سلام علیکم. وای خب چی شد؟ چی شد؟ بگو، دلم رو ترکوندی زن. بذار بشینم تا نفسم جا بیاد، اون وقت برات میگم. تقیسی‌ها تو بیمارستان وستریش. وای، خودش گفته که از پله‌ها افتادم زمین. آخه کرسشه بگه، بگه یک کسی منو زد. خب بعدش هم راجع به کار بنفشه رفتم پیش قلوم. خب گفت که 150,000 تومانی سفته داره، 30,000 تومانی هم واسه از اینجا رفتنش خرج برمیداره. گفتم که بیفایده است، من اینجا موندنیم. باشه، من این پولو فراهم میکنم، فقط وقت میخوام. اشکالی نداره، تا پول ورداری بیاری بنفشه جاش اینجاست. فقط باید قبل از اینکه تقیصی از بیمارستان خارج بشه این پولو بیاری. میدونی اگه یه وقت اون بیاد و بنفشه رو اینجا ببینه با ویلاست. از کجا بیاری؟ من فراهم میکنم، حتی اگه به قیمت زندگیم تمام بشه. فکر میکنی من لیاقتشو دارم؟ گفتم من این پولو همین امشب لازم دارم. ولی من ندارم. ولی راه پیدا کردنشو بلدی، اونو نشونم بده. بسیار خوب، من راهشو نشونت میدم. ولی چه موفق شدی چه نشدی، دیگه اینجا بر نگرد، چون برات گرون تموم میشه. فهمیدی؟ آره فهمیدم. خب کجا؟ کجا؟ ساعت 9 شب تو انبار کارخونه آبجو 200,000 تومن پول رد و بدل میشه. این پولو میتونی اونجا تهیه کنی.